میگال جالب بکنم و 15 تا از بازهایی که واقعا سخته رو بهتون معرفی کنم. اپیزود جدید اتاق بازی مونا خوش اومدی. من کلن بازی های سخت دوست دارم. نمیدونم چرا من کلا عاشق به چالش کشیدن خودم هستم. مثلا من الان چند روزی میشه که بازی گاداوار 2018 رو دارم تمرین میکنم تا روی گادمود تمومش کنم. اونایی که این بازی رو در حالت گادمود بازی کردن میدونن که این مود یعنی چی. حالا چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینه که شما یه وقت فکر نکنید که من از اون دسته از گیمرهای سوسول هستم. مثل اونایی که تا یه خورده بازی سخت میشه ول میکنن و کم میارن. نه آقا نه، ما از اون خانواده هاش نیستی. اما خب این بازهایی که توی این لیست براتون حاضر کردم واقعا منو به چالش کشیدن و بعضی از این باز فایت ها هم تا به امروز من هنوز نتونستم ردشون کنم. دیگه ببینید دیگه اینا چی هن دیگه. پس بدون هیچ معطلی بریم سر وقت لیستمون. باز فایت اولی اصلا باز فایت سختی نیست ولی من مدت ها گیر کرده بودم روش. سارو در بازی متال گیر 3. آقا دروغ نگم، من هفته ها سر این باس فایت گیر کرده بودم. نه به خاطر اینکه این باس فایت سخته ها، نه، چون من اصلا نمیدونستم چیکار باید بکنم. در این باس فایت شما داخل یه رودخونه هستین و روح کسانی که کشتینش میاد سراغتون و در آخر هم با یه رعد و برق کشته میشین. من اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم با این باس فایت تا اینکه یک روز به طور اتفاقی متوجه شدم که بعد از اینکه رعد و برق به شما میخوره شما باید خودتون رو با قرص ریوایول زنده کنید. همین. بازی بعدی مربوط به باس فایت الین آیزولیشنه. خب دیگه میدونید که سبک این بازی ترس و بقاست و شما باید توی این بازی همش از دست زینومورفز فرار کنید. اون چیزی که این باس رو خیلی سخت میکنه اینه که شما اسلحه خاصی ندارید و فقط باید فرار کنید و یا قایم بشید. یه حرکت اشتباه، یه تصمیم غلط و تمام. شما یه لقمه چپ میشی. این باس علاوه بر سخت بودن ترسناکم هست که خود این باعث میشه روبرو شدن با این باس به مراتب سخت‌تر و رومخی‌تر باشه. باس فایت بعدی رو احتمالاً همتون میشناسید. نیمیسس در رزیدن اویل 3. خب دیگه ایشون معرف حضورتون هست دیگه. یه تایرن جهش یافته که به راکون سیتی فرستاده شده تا دخل بازمانده های تیم استار رو بیاره. اون چیزی که نمیسس رو خیلی خاص میکنه اینه که شما دقیقاً هیچ وقت نمیدونید که کی و کجا قراره با اون هیولا رو در رو بشین و در هر لحظه و هر ثانیه ممکنه با نمیسس رو در رو بشین. نکته ای که این باز فایت رو خاص میکنه اینه که نمیسس از اول بازی تا آخر بازی همراه شماست و شما در واقع هیچ وقت نمیتونید نابودش کنید و اگه باهاش درگیر بشید یه جورایی مهمات با ارزش خودتون رو هدر. خود من که هر وقت نمیسس میومد ترجیح میدادن که فرار کنم. باس فایت بعدی هم از ساخته های استاد کوجیماست. البته استاد کوجیما این سری تهیه کنندشه. آنوبیس در بازی زونافندر. چیزی که این مبارزه رو خیلی خیلی سخت میکنه اینه که آنوبیس همش اینور اونور میره و یه جورایی لاک کردن روش اصلا کار راحتی نیست. تازه وقتی هم که لاک میکنید انقدر بهش نزدیک هستین که به راحتی میتونه شما رو بزنه. البته این باس خیلی خیلی هم سخت نیست، مخصوصا وقتی شما پترن حرکتش رو یاد بگیرید، ولی خب زمان میبره تا شما این پترن رو یاد بگیرید و شما بارها و بارها خواهید مرد. باس فایت بعدی هم مربوط به یه بازی دیگه از متال گیره. سم تو بازی متال گیر رایزینگ. Let's dance. خب دیگه میدونید که این بازی ساخته استدیو پلاتینیوم گیمه. این دوستان یه جوره خدای ساخته بازی‌های سخت و هک اند اسلش هست. چیزی که تو بازی‌های متال گیر رایزینگ زیاده باس فایت های سخته. یکی از این باس فایت ها هم سمه. شما با سم یه مبارزه تن به تن داری که شما توش باید در صدام ثانیه‌ای جا خالی بدین. خود من که بارها و بارها سر این مبارزه کشته شدم و اصلا میخواستم این بازی رو ول کنم که یهو ردش کرد. آقا نمیدونم چرا همه این باس فایت ها برای کنامیه. یادش بخیر یه مدتی کنامی خیلی بازی خوبی میساخت. سرهرمی در بازی سایلنت هیل 2. آقا من قیافه اینو همین الانم با این سنم که میبینمش
میترسم، چه برسه وقتی که 10-11 سالم بود. شما سرهرمی رو تو بازی زیاد میبینید، ولی در وسط های بازی شما شانس اینو پیدا میکنید که با این هیولای بیشاخ و دم مبارزه کنید. شما داخل یه اتاق کوچیک با سرهرمی گیر میافتید. اتاق کوچیکه و شما زیاد نمیتونید توش اینور اونور برید و از یه سمت دیگه هم هر چی تیر میزنید به سرهرمی هیچ چیش نمیشه. درسته سرهرمی کنده، ولی یه ضربش کافیه که باعث بشه شما به لقاء الله ببیبندید. خود من که اصلا این مبارزه رو دوست ندارم و همین الانشم چند باری سرش کشته میشم. قبل از اینکه طرفدارهای دارک سولز بریزن سرم، یه باس فایتم از این مجموعه بگم. آقا اگه بخوام کلی بگم، تو بازی دارک سولز همه مبارزه های بازی سخته. اصلا ما توی این بازی مبارزه آسون نداریم، ولی نیملس کینگ توی بازی دارک سولز 3 واقعا منو اذیت کرد. ضرباتی که این باس به شما میزنه واقعا قویه و یه ضربه میتونه کار شما رو تموم کنه. حالا همه اینا به کنار، در آرینای فایت ما یه مهی داریم که باعث میشه شما نتونید حرکت های اون قول بیشاخودون رو درست زیر نظر بگیرید. البته اینم بگم که قبل از اینکه با این پادشاه بجنگیم، قبلش با اژدهاش باید بجنگیم. همون مبارزه اژدها هم اصلا کار راحتی نیست. آقا بلادبورن هم میگم، سب کن دیگه، سری نرو تو کامنتا بگو پس بلادبورن چی؟ باس اورفن آف کوز در بازی بلادبورن، دقیقا مثل تمامی بازهای ساخته شده توسط فرام سافت، این هیولا هم به شدت سخته. ضرباتی که این باس به شما میزنه خیلی قویه و آنی جون شما رو تموم میکنه. حالا بذارین یه نکته جالب بگم، من 4 سال که سر این باس فایت گیر کردم و یه جورایی به خاطر این مبارزه سخت کلا بازی رو گذاشتم کنار. به خاطر اینه که شما یه وقت فکر نکنید که من از اون دسته از گیمرهای سوسول هستم، مثل اونایی که تا یه خورده بازی سخت میشه ول میکنن و کم میارن. نه آقا نه، ما از اون خانواده هاش نیستیم. آقا بذارین یه باس فایت هم از سری بازی های محبوب فایتینگ بهتون بگم. شاکان در بازی مورتال کمبت 9. آقا خداییش من این بازی رو چند باری تمامش کردم، ولی آخرش نفهمیدم نقطه ضعف شاکان چیه. من وقتی به این مبارزه میرسم فقط تونتون دکمه میزنم و فقط دعا میکنم که جون شاکان زودتر از جون من تمام بشه. کلا این آقا هیچ نقطه ضعفی نداره و همه چیز و همه کاری هم ازش برمیاد. فقط یه نکته ای که من متوجه شدم اینه که این مبارزه در بخش داستانی به مراتب سخت‌تر از تاوره، چون من تقریبا مشکل خاصی با شاکان توی بخش تاور ندارم، ولی وقتی میخوام باهاش توی بخش داستانی مبارزه کنم قشنگ گیر میکنم. باس فایت بعدی در مورد یه بازی در داخل گیم پسه که قشنگ یک هفته من از کار و زندگی انداخت. بازی سایبر شادو رو حتما بازی کنید. چه زبونی بگم، بازی مثل یه نامه عاشقانه میمونه به سبک بازی های دو بودی کلاسیک و مخصوصا بازی نینجا گیدر. بازی به همون اندازه سخت و چالش برانگیزه، اما بدون شک چالش برانگیزترین مبارزه بازی مربوط به باس آخر بازیه. باس آخر داره 3 حالته، یعنی شما باید این باس رو 3 بار شکست بدید، کاری که گفتنش شاید آسون باشه ولی انجامش به شدت سخته. خود من بارها بارها و بارها سر این مبارزه شکست خوردم، مخصوصا وقتی که این باس وارد فاز سومش میشه، ولی بالاخره تونستم شکستش بدم. نمیدونید چه حس عالی داره کشتنش، حتما امتحانش کنید، پشیمون نمیشه. مبارزه آخر این لیست مربوط میشه به بازی ساکیرو، مبارزه با گنیچیرو آشینا. آخ آخ چه مبارزه ای بود. این مبارزه روی یه پشت بوم انجام میشه. آقا دفعه اول که به این مبارزه میرسید میگید غیر ممکنه بشه این باس رو شکست داد. در فاز اول مبارزه این باس تقریبا همه کاری میکنه و یه اشتباه از سمت شما باعث میشه خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنید کشته بشید. ولی صبر کنید، فاز اول رو که شکست میدین این مبارزه وارد فاز دوم میشه که از فاز اول به مراتب سخت‌تر و چالش برانگیزتره. حالا این باس مجهز به رعد و برق هم شده که خب داج زدنش خیلی خیلی سخته. آقا من به خودم افتخار میکنم که تونستم این باس فایت رو پیروز بشم و فکر میکنم سخت‌ترین باس فایتیه که انجامش دادم. نظر شما چیه؟ کدوم باس فایت بوده که شما رو ماها درگیر خودش کرده؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردیم و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلی سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. کلی زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشید. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام، دیسکورد و توییتر رو زدم، وارد بشین و باز بشین. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.